آقای احمدی نژاد، اما در این حال آقای خاتمی و وزارت کشور دولت اصلاحات هر چه تلاش کردن کلمه تقلب رو برای کمتر از 500,000 نپذیرفتن و نهایتاً آقای خاتمی به عنوان کلمه تخلف از اون یاد کردن و به عنوان تقلب رو در اون انتخابات با کمتر از 500,000 گفتن که ما تقلب رو نمیپذیریم. من تعجب میکنم که واقعاً این وضع در ارتباط با 11 میلیون اختلاف این دفعه مطرح میشه، یعنی تقلب باز توسط همون دوستان ما که باید توی این شرایط 500,000 تا رو به عنوان تقلب نمیپذیرفتیم، کم 11 میلیون، بحث یکی دوتا نیستش، 11 میلیون. من این رو خدمت دوستان شهادت بدم، شاید من خودم یکی از اون اصلاح طلبانی بودم که 7-8 تا مصاحبه داخلی خارجی حداقل کردم راجع به معنای تقلب قبل از انتخابات. خیلی از دوستان دیگه مونم که چه در بازداشت هستند و در این جلسه حضور دارن یا نیستند و بیرون بودن و بازداشت نشدن، تقریبا همه ای ما این مصاحبه رو کرده بودیم که تقلب بین 1-2 میلیون در ایران امکان وجود داره در بدترین صورتش. یعنی در بدترین صورت ما همیشه میگفتیم که تقلب بین 1-2 میلیون وجود داره و اگر این 1-2 میلیون تقلب رو ما بتونیم ازش گذر بکنیم، قطعاً کاندیدای پیروز کاندیدای اصلاح طلبه، به خاطر اینکه آراء آقای احمدی نژاد محدوده و مشخصه. هر چی که از این آراء دیگران اضافه بشه به سبد اصلاح طلبان خواهد ریخته شد. علتشم شاید این بود و اونچه که عملا دیدیم نشد، شاید علتش این بود که من اینو داخل پرانتز اینجا بگم، واقعا ما اصلاح طلبان خیلی از جاها صداهایی رو که باید میشنیدیم نمیشنیدیم و یا صداهایی رو که میشنیدیم صداهای همه اونهایی نبود که بودن. بعضی صداهای بلند رو فقط میشنیدیم، صداهایی که توی خیابون بوق داشتن، حرف داشتن. صداهای جامعه متوسط شهری به بالا رو خوب میشنیدیم اما صداهای عمومی رو نمیشنیدیم. ولی در انتخابات این مسئله وجود نداشت، یعنی اون کسی که توی خیابون بوق میزد و توی خیابون وای میستد و خیابون‌های شهر بالای شهر تهران رو اشغال میکرد، رأیش به همون اندازه مطرح بود و قابل قبول بود که یک دونه مغنی در کرمان در حال کندن چاه یا یک نفر در شالیزاری‌های شمال در حال کاشتن برنج بود. ما این توهم رو، من معتقدم توهم بزرگی بود که آقای مهندس موسوی پیدا کردن در مرحله اول، به خاطر اینکه احساس کردن که این تقلب بین 11 میلیون امکان پذیر هستش. اون جمله‌ای رو که از قول من خوندن در جلسه مجمع روحانیان مبارز، واقعا این جمله قابل توجهی بود. در اونجا مطرح شد، یکی از اعضای مجمع روحانیان مبارز بحث این رو مطرح فرمودن که ما ظرفیت اونقدر بالایی داریم، چون مقام معظم رهبری به آقای مهندس موسوی روز قبلش فرموده بودن که مدارکتون رو برین تحویل بدین. وقتی گفتن مدارک رو برین تحویل بدین، گفتن ما ظرفیت بسیار بالایی از تخلفات جمع‌آوری کردیم. وقتی اون تخلفات بسیار بالا رو مطرح کردن، یکی از دوستان ما که قبلا وزیر کشور بود، اوشان گفتش که اگر تمام اینها مورد پذیرش شورای نگهبان قرار بگیره، مثلا چیزی حدود 700,000 یا 800,000 رای خواهد بود و این با تقلب سقف 11 میلیون اختلافی که اتفاق افتاده بود که من نمیدونم برای چی اتفاق رو نادیده گرفتیم، که از توهماتی بود که من این رو شاید اولین بار 2-3 ماه قبل از اینکه آقای مهندس موسوی، با عرض معذرت از وجود عزیزشون که بشه برایشون خیلی احترام قائل هستم، من 2-3 ماه قبل از اون در یکی از مصاحبه هم گفته بودم که آقای مهندس موسوی رو به هندوانه سربسته تشبیه کرده بودم که معلوم نیست اگر این هندوانه سرباز بشه چه اتفاقی بیفته. یکیش به خاطر همین توهماتی بود که در ذهن ایشان من احساس میکردم. مسئله دوم، توهم دیگه‌ای که وجود داشت، این ظرفیت‌هایی بود که آقای مهندس موسوی گمان میکردن که این ظرفیت‌ها ظرفیت‌های جدی حمایت از ایشانه، در حالی که این ظرفیت‌ها ظرفیت‌هایی بود که برای حمایت از آقای مهندس موسوی نبود. این ظرفیت‌ها ظرفیت‌هایی بود که هر کسی برای خودش و به خاطر خواستهای خودش و به خاطر دیدگاه‌های خودش این ظرفیت‌ها رو می‌خواست جدی پیدا بکنه. ما بعد از انتخابات روز شنبه جلسه مشترکی که من اطلاع ازش داشتم، جناب آقای هاشمی رفسنجانی، جناب آقای خاتمی و جناب آقای مهندس موسوی داشتن که در اونجا تقریبا همقسم شده بودن برای اینکه همدیگر رو پشت هم خالی نکنن و با همدیگه کمک بکنن و در حقیقت تنها نگذارن همدیگر رو، در حالی که معلوم نبود که این
تنها نگذاشتن برای چیه، یعنی بعد از 11 میلیون اون شنبه مشخص شده بود و حمایت‌های مختلف رو انجام بدن. من اعتقادم اینه که خب در اونجا این حمایت‌ها هیچ کدوم به دلیل حمایت از شخص آقای موسوی نبود، حمایتی بود از یک اتفاقی که هر کسی دلیل خودش رو داشت. آقای خاتمی، من با همه ارادتی که خدمت ایشان دارم و هویتم رو از ایشان دارم و بسیار هنوز و آینده و گذشتم ارادت دارم به خدمت ایشان، آقای خاتمی اتفاقا برعکس همه اتفاقات رو میدونست، قدرت کشور رو میشناخت، قدرت نظامی و انتظامی کشور رو میشناخت، قدرت رهبری رو میشناخت، توانایی های و اقتدار رهبری رو میشناخت، اما در این حال شاید به خاطر شکستی که در این اتفاقات در این انتخابات افتاده بود با آقای موسوی همراه شدن که یک نوع معنای خائنانه ای برای کشور میتونست داشته باشه کاری که آقای خاتمی کردن، یا از یک طرف آقای هاشمی رفسنجانی، من احساسم اینه که قصد انتقام از آقای احمدی نژاد در مرحله اول و قصد انتقام از مقام معظم رهبری در مرحله دوم در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی بود که اینها دلایلی بود تبدیل شد به معنای حمایتی که جناب آقای موسوی به عنوان توهم حمایت از خودشون تصور کردن و هر کدوم از اینها جداگانه برای خودشون دیدگاهی داشتن. چون که مجمع روحانیون مبارز، من چون عضو مجمع روحانیون مبارز هستم شاید به این نکته لازم باشه اشاره بکنم که مجمع روحانیون مبارز بعد از اون جلسه بلافاصله جلسه تشکیل داد، در جلسه خواستار ابطال انتخابات شد. روزی که مردم تظاهرات غیرقانونی کردن مجمع روحانیون مبارز دیگه اون شب به بعد من البته دستگیر بودم ولی اطلاعیه‌هاشون رو دیدم، تشکر از مردم کرده بودن که در این انتخابات شرکت کرده بودن، در این تظاهرات غیر قانونی شرکت کرده بودن، در حالی که واقعا مجمع روحانی مبارز یک جریانی بود که منتسب به امام بود، منتسب به نظام بود و این انتساب به نظام و امام رو لااقل باید پاس می داشتن. امامی که می فرمایند که حفظ نظام از اوجب واجباته و حفظ نظام رو از اوجب واجبات می دونن، امام که نماز و روزه و حج حفظ نظام رو واجبتر می دونن، نمیشه جریانی که اصل نظام رو در حقیقت تو این ماجرا مورد حمله قرار داده رو ما بتونیم بخوام حمایت ازش بکنیم و در این حال جزی از حامیان خط امام باشیم. مسئله بعدی که باز من قبل از اینکه حضرت عالی بفرمایید وقتم تموم شده انشاءالله سعی میکنم سریع تر این رو اشاره بکنم، مسئله نهادین شدن دموکراسیه. ببینید من خودم رو جزء نیروهای اصلاح طلب میدونم، همه ظرفیت‌های این حرکت تاریخی رو من معتقدم آقای خاتمی حق نداشتن پای آقای مهندس موسوی بریزن که آقای مهندس موسوی خودشون ظرفیت اصلاحات رو نداشتن و من این رو به عنوان یک نکته خیلی بدی در تاریخ اصلاحات دونستم که این اتفاق افتاد و جریان اصلاح طلب تحقیر شد و آقای موسوی هم اون رو نپذیرفتن، اما در این حال همه این اتفاق بزرگ تاریخی پای ایشان ریخته شد. و نکته مهمش اینه که من هم دوستان شاید هیچ کس در این جمع نباشه که ندونه که من هم طرفدار ریاست جمهور شدن آقای احمدی نژاد نبودم و دوست نداشتم آقای احمدی نژاد رئیس جمهور باشه، اما وقتی که 11 میلیون رأی بیشتری آقای احمدی نژاد آورد به عنوان یک کسی که طرفدار مردم سالاریه، به عنوان یک کسی که طرفدار دموکراسیه، به عنوان یک کسی که طرفدار استقلال این کشوره، من احساس کردم که وقتی ما این رأی 11 میلیون اختلاف رو نپذیرفتیم به خاطر کسی که دوست نداشتیم کاندیدا بشه و این رو نسبت بهش انتقاد کردیم، به مردم سالاری، به دموکراسی، به تاریخ ایران و به عظمت ایران خیانت کردیم و مهمتر این که فضای رشد مردم به سمت دموکراسی و نهادینه شدن جامعه مدنی رو جلوشو گرفتیم. چون ما اگر یک پیام تبریک ساده ای رو شب به جای اینکه کاندیداتوری آقای رئیس آقای موسوی کاندیداتوری خودشون رو اعلام کنند آقای خاتمی بهشون تبریک بگن، به جای اون یک پیام کوتاهی تبریک داده بودیم به آقای احمدی نژاد برای این پیروزی به خاطر 11 میلیون، علارغم اینکه دوست نداشتیم کاندیدا بشن، هم در ایران ما سربلند بودیم، هم در تاریخ ایران سربلند بودیم و هم میتوانستیم بهترین وضعیت رو برای تاریخ ایران داشته باشیم. من مورد بعدیش رو کوتاه باز عرض میکنم. من طرفدار آقای کروبی بودم در انتخابات، البته
با رأی